به طور کلی آقای داروش اقبالی خوشبختانه یکی از هنرمندان متعهد ما هستند که در زمینه آسیب‌های اجتماعی مدت هاست فعالیت می‌کنند و بسیار جدی هم فعالیت می‌کنند. به نظر من هر انسانی که به سلامتی و رفاه و امنیت خانواده و اجتماع اهمیت میده باید در این حرکت با این گونه جنبش‌ها همگون و همسان بشه. بسیار خوب. خب عرضم به حضورتون که علت سوالتون این بودش که نان یا آزادی؟ نان یا آزادی. می‌خواستم یادتون نره. ببینید مسئله خیلی مهم هستش که همیشه بین بسیاری از اندیشمندان و متفکرین و طرفداران تئوری‌های مختلفی مسئله مطرح هستش. مزلو جواب خیلی قشنگی در این زمینه میده. بله. به طور کلی در رابطه با طبیعت انسان و خوشحالی و خوشبختی و رفاه رو در پنج مرحله تقسیم میکنه که در مرحله اول برای بقا، انسان برای بقای خودش نیاز به آب و نان و اکسیژن داره. مرحله دوم ایمنی هست، یعنی نیاز به امنیت داره، امنیت روحی، روانی، عاطفی، مکانی. مرحله سوم عشق هست، یعنی ما باید عشق رو، جوهر عشق رو در وجود خودمون احساس بکنیم. و بعد مراحل چهارم و پنجم رشد و شکوفایی و آزادی و تمام مراحل. ولی اینکه واقعا مزلو درست میگفته آزادی باید باشه که انسان احساس خوشبختی بکنه، چون نان، آب، اکسیژن به قول امریکایی‌ها نسسیتی هست، یعنی از ضروریات هستش. اینکه من کیستی و چیستی خودم رو چگونه تجربه میکنم، خوشحالی و شکوفایی خودم رو چگونه تجربه میکنم و زمینه های رشد من چگونه میتونن هموار بشن تا هم به عنوان یک انسان فرهیخته، اندیشمند، مؤثر، کارساز بتونم اون سهم خودم رو در این عالم هستی ایفا بکنم، یک مقوله بسیار پیچیده است که درکش در حقیقت بسیار بسیار عمیق، احتیاج به درک بسیار عمیقی داره. به اعتقاد من طبیعتاً نان، ما باید زنده بمانیم، ما باید اکسیژن داشته باشیم، هوا داشته باشیم، مکان داشته باشیم که بتونیم فانکشن بکنیم. درست مثلا اون مثالی مونه که تو هواپیما میگن که مادر اول باید، یعنی بزرگسال باید اول مکسیم اکسیژن خودش رو تا بعد بتونه کودک رو حفظ بکنه. ولی به نظر من این دو مقوله لازم و ملزوم هم دیگه هستن، یعنی هم نان هم آزادی. بله. خب عرضم به حضورتون که خانم دکتر پریسا ساید، شما سالهاست در آمریکا هستین، چند سال؟ بعد بالای 25-6 ساله، یعنی قبل از انقلاب شما اومدید در امریکا؟ نه، ولی قبل از دو سه ساله بودید اومدید امریکا. 25 سال. نه، من حدود فهم کنم همونجور که قبلا هم اشاره کردم دو سال قبل از انقلاب ایران رو ترک کردم. خب بعد من در امریکا نبودم، در کشورهای مختلف اروپا بودم، خاورمیانه بودم و الان حدود فکر میکنم 20 سالی هستش که در امریکا هستم. امریکا هستم. ولی من تو من 12 سالی که تو امریکا هستم دیدم که شما در متن حرکت اپوزیسیون در طول همه این سالها بودید، یعنی به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان کسی که کار تلویزیونی میکنه، طرفدار حقوق بشر، طرفدار حقوق بشر، در متن حرکت اپوزیسیون ایران بودید. آیا واقعا چه کارنامه شما برای اپوزیسیون میتونید بعد از این همه سالها تصویر بکنید و چه کارنامه‌ای میتونید، چه نمره‌ای میدید به اپوزیسیون؟ ولی من فهم کنم که من در جایگاهی ننشستم که بتونم نمره بدم من. یا در حقیقت اون داوری رو داشته باشم. اما به نظر من اپوزیسیون خارج از کشور به طور کلی، اگر بخوایم قانون کلی نبندیم، البته افراد منفرد آزادی خواه و سازمان های مختلفی هستند که همواره خط مشیشون رو در مسیر در حقیقت شعارهای دموکراتیک حفظ کردن. اما در یک جمع‌بندی به نظر میرسه که من حدود الان 20 سال هستش که در حقیقت نمیتونم بگم فعالیت های سیاسی یا کار سیاسی یا در حقیقت وابستگی به تشکیلات سازمانی داشتم. به عنوان یک فرد منفرد آزادی خواه و طرفدار حقوق بشر، خواهان دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی در وطنم بودم و هستم و ختمشم همواره یکسان بوده، یعنی یک دگراندیش لایک هستم. من طرفدار جدایی دین از حکومت هستم و معتقد هستم که بدون این چارچوب ما به دموکراسی و آزادی نخواهیم رسید. حالا ممکنه بحث و مباحث زیادی در این زمینه پیش بیاد، چه بسا که پیش آمده در سالهای گذشته. اپوزیسیون ما متاسفانه
دارای کنش‌ها و واکنش‌ها و نوسانات بسیاری در مسیر مبارزاتی خودش شد، به خصوص بعد از این دوشاخه شدن و یا به ظاهر چند پاره شدن جمهوری اسلامی در مسیر اصلاح طلبی و محافظه‌کاری و غیره. من چون آمادگی نداشتم که شما این سوال رو از من بکنید، در یک مصاحبه دیگه مایل هستم که این رو زمان بندی بکنم و بیشتر به نقدش بپردازم و فکر می‌کنم از حوصله این برنامه خارج باشه که مراحل مختلف در حقیقت جنبش‌های خارج از کشور رو ما بتونیم دقیقاً جدی نقد بکنیم. دوره قبل از اصلاحات در ایران، اگر به من میگفتید که فرضاً اپوزیسیون در کدوم جایگاه قرار داره، به نظرم اون شدت و حدت و اون تشکل رو هرگز نتوانست به وجود بیاره، اپوزیسیون خارج از کشور، به خاطر در حقیقت اون زمان به نظرم میرسه که وابستگی های ایدولوژیکی و در حقیقت مرزبندی ها و نمیدونم شکاف هایی که خودتون شاهد هستید، در اون زمان که من برنامه های تلویزیون ما رو تهیه میکردم، به ندرت ما میتونستیم که یک سلطنت طلب و یک چپ و یا یک مل رو در کنار هم بگذاریم بعد از انقلاب در سالهای شاید اوایل 90 و اواخر 80 در برنامه های من. البته این همچنان ادامه داشت از زمان انقلاب و قبل از انقلاب. این که فرضاً آنچه ما میگوییم حق هست و آنچه تو میگویی باطل، این شعار سازمان های مختلف بود. یعنی چپ فکر میکردش که دموکراسی و معیارهای دموکراتیک همراه معیارهای او متحقق میشه، راست اینگونه فکر میکرد، ملی و و و و. خب این یکی از موانع خیلی بزرگ بود برای تشکل، برای اینکه اگر ما هر زمان بخوایم که بگیم که فرضاً آنچه که من میاندیشم حقیقت محض است و آنچه دیگری باطل، ما هرگز نمیتونیم پل بزنیم. پس هر گروهی برای بقای خودش و برای به تثبیت رساندن ایدئولوژی خودش تلاش میکرد، نه برای آزادی و دموکراسی در ایران، بدون در نظر گرفتن اینکه پلورالیسم و دموکراسی در حقیقت یک مجموعه است، مجموعه از تضادهای فاحش. در یک جامعه همه یکسان فکر نمیکنن، همه یکسان نمیاندیشن، و چه بسا بسیار زیباست که در درون اون چتر دموکراسی احزاب و اندیشه های متفاوت بتونن با همین پل رو بزنن. ما وقتی که در همون زمان به اولین جوهر دموکراسی، به اولین عنصر دموکراسی نرسیده بودیم، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، که این درک عمیق رو داشته باشیم که من و تو به عنوان دو اندیشه متفاوت ضروری هستش که در کنار هم بنشینیم، دست هم دیگر رو بگیریم و در راه اهداف مشترک که همونا فرضاً برقراری دموکراسی و یا جا به جای جمهوری اسلامی بود تلاش بکنیم. این اتفاق نیفتاد. من مجبورم به شما رو قطع کنم. این چند لحظه بریم آگهی‌ها رو ببینیم و برمیگردیم در خدمت بینندگان و سرکار خانم.